سلام دوستان، حالتون چطوره؟ تو این ویدیو بهتون میگین که چگونه تخم مرغ رو با پیاز بخورید تا معجزه اون رو در پاکسازی روده و درمان یبوست ببینید. تو این ویدیو دستورالعمل‌های غذایی رو آموزش میدیم که میتونه یبوست و مشکلات روده رو با تخم مرغ و پیاز برطرف کنه. و خوشحال میشم که همراه ما باشید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. تخم مرغ و پیاز یه غذای بسیار خوشمزه و راحته که میتونید اون رو در وعده‌های صبحانه و عصرانه و حتی شام طبخ کنید. غذایی که به سرعت پخته میشه و قراره بهتون طرز تهیه‌اش رو بگیم. حالا قبل از اینکه طرز تهیه‌اش رو بگیم، می‌خوایم فوایدش رو بهتون بگیم. مصرف انواع میوه‌ها و سبزیجات نقش مهمی در حفظ سلامت و کاهش خطر ابتلا به بیماری و مشکلات مختلف داره. مطالعات بیشماری از مزایای پیاز و حتی تخم مرغ در رفع و درمان بیماری‌های مثل سرطان، دیابت و جلوگیری از مرگ و میر و درمان یبوست و پاکسازی روده گفته. خب خواصش چیه؟ مورد اول اینه که مطالعات زیادی در مورد تاثیر پیاز در درمان سرطان‌های مختلف به ویژه سرطان روده بزرگ و سرطان معده صورت گرفته. اثرات مثبت پیاز در درمان انواع سرطان‌ها ناشی از وجود ترکیبات عالی گوگرده. مکانیزم اصلی پیاز در جلوگیری از بروز سرطان هنوز مشخص نیست، اما فرض بر اینه که پیاز مانع از رشد تومورها و جهش زایی میشه و در ضمن این گیاه از تشکیل رادیکال‌های آزاد جلوگیری می‌کنه. از سایر خواص پیاز میشه به خواص آنتی اکسیدانی اشاره کرد. پیاز غنی از ویتامین سی و آنتی اکسیدانه. همچنین ترکیب پیاز و تخم مرغ سرشار از فیبره که باعث کاهش خطر ابتلا به سرطان روده میشه. بر اساس پژوهشی که در زمینه مصرف پیاز و تخم مرغ و نقش اون در کاهش خطر ابتلا به سرطان انجام شده، نشون داده که مصرف پیاز بیش از 7 مرتبه در هفته باعث کاهش خطر سرطان روده بزرگ میشه. یکی دیگه از خواصش اینه که در برخی از تحقیقات رسمی نشون داده شده که سرطان پروستات رو هم میتونه درمان کنه. در واقع افرادی که سیر و پیاز زیادی میخورن در معرض کمتری از این سرطان قرار دارن. البته به جز سرطان و پاکسازی روده و دفع یبوست، املت و غذاهایی که با سبزیجات و تخم مرغ درست میشه مثل پیاز و تخم مرغ بسیار در مشکلات روحی روانی میتونه مرتبط باشه و میتونه اونها رو درمان کنه. یکی از مواد غذایی سالم و مفید که البته اعتدال در مصرف اون میتونه باعث رفع مشکلات عصبی از جمله استرس و افسردگی بشه تخم مرغه. گفتنی املت و غذاهایی که از تخم مرغ در اونها به میزان زیاد استفاده میشه سرشار از ویتامین B هستش. بررسی ها نشون داده ویتامین B یکی از ویتامین های ضروری بدنه که کمبود اون میتونه باعث اختلالات عصبی در مغز بشه. به همین دلیل پزشکان برای رفع مشکلات عصبی و افسردگی های گونه های ویتامین B رو به بیماران تجویز میکنن. البته باید دقت بشه تا در مصرف تخم مرغ زیاده روی نشه، زیرا باعث افزایش کلسترول خون و بروز مشکلات قلبی و عروقی میشه. حالا سوال اینجاست، پیاز و تخم مرغ رو چطوری درست کنیم که بتونه یبوست رو برطرف کنه و روده ها رو پاکسازی کنه؟ روش های مختلفی وجود داره برای اینکه یه خوراک لذیذ داشته باشیم که بتونه پاکساز خوبی برای روده ها باشه و یبوست رو برطرف کنه و همچنین خواص مفیدی مثل ضد سرطانی داشته باشه که قراره چند تاشو بهتون بگیم. مواد لازم: 2 عدد تخم مرغ، پیاز 1 عدد متوسط، نمک و فلفل به مقدار لازم. در روش اول پیاز رو از رنده ریز رد می کنید. تخم مرغ ها رو در ظرفی می شکنید، به اون نمک و فلفل می زنید و با پیاز مخلوط می کنید. در تابه مناسب 2 قاشق غذاخوری روغن بریزید. بعد از اون که روغن داغ شد، مخلوط که بهتون گفتیم رو بهش اضافه کنید. در تابه رو بذارید تا تخم مرغ ها خودش رو بگیره. بعد اون رو پشت رو کنید تا طرف دیگه هم سرخ بشه. در روش بعدی یه روش متفاوت‌تر و یکم با مواد بیشتریه. مواد لازم: 4 عدد تخم مرغ، آرد 2 قاشق سوپخوری، پیاز 1 عدد، شوید و جعفری خرد شده 1 قاشق سوپخوری، فلفل به مقداری، نمک و زردچوبه به مقدار لازم، 1 قاشق سوپخوری شنبلیله و 1 عدد فلفل دلمه‌ای کوچیک. برای تهیه این نخاگینه ابتدا تخم مرغ رو درون ظرفی مناسب بشکنید، سپس فلفل و زردچوبه و نمک رو به تخم مرغ ها اضافه کنید و به خوبی اون رو به هم بزنید. آرد رو به آرومی به تخم مرغ زده و بیفزایید. فلفل دلمه‌ای و پیاز رنده شده و سبزی های خرد شده رو به مخلوط خاگینه اضافه کنید.
درون تابه دو طرف مخلوط مواد خاگینه رو بریزید و سپس تابه رو روی حرارت بذارید و بعد از اینکه یه طرف خاگینه سرخ شد طرف دیگرش رو برگردونید تا به خوبی پخته بشه. روش بعدی، مواد لازم: دو قاشق سوپخوری روغن زیتون، 4 عدد پیاز بزرگ خلال شده، 1 قاشق سوپخوری سیر خرد شده، 2 قاشق سوپخوری پونی خرد شده، به مقدار لازم نمک و فلفل، آب 2 قاشق سوپخوری، 10 عدد تخم مرغ، پنیر پارمزان 3 قاشق سوپخوری و جعفری 2 قاشق سوپخوری. روغن رو درون تابه بریزید، اون رو روی حرارت ملایم بذارید. سیر و پیاز و پونه خرد شده رو درون تابه بریزید و سرخ کنید تا پیاز کاملا نرم و قهوه‌ای بشه. نصف مقدار نمک و فلفل رو بهش اضافه کنید و بعد هم آب رو بهش اضافه کنید و در ظرف رو بذارید ببندید تا بخار پز بشه. شما میتونید تا این مرحله رو روز قبل هم آماده کنید و بعد از آماده شدن اون رو درون یخچال بذارید. تخم مرغ رو در یه ظرف جداگانه بشکنید و خوب به هم بزنید تا کف کنه. سپس پنیر پارمزان و جعفری رو بهش اضافه کنید و کاملا مخلوط کنید. باقی مانده نمک و فلفل رو هم بهش اضافه کنید. تخم مرغ رو درون تابه پیاز بریزید و روی حرارت ملایم بذارید. وقتی تخم مرغ کاملا و به طور یک نواخت تمام کف تابه رو گرفت، تابه رو به عقب و جلو تکون بدید تا به کف تابه نچسبه. کم کم تخم مرغ شروع به بسته شدن میکنه. وقتی تخم مرغ از زیر شروع به صفر شدن کرد، دیگه تابه رو تکون ندید. بذارید تا خودش رو بگیره. در این حالت روی تخم مرغ آبکی ولی زیرش سفته. با یه قاشق کوکویی که بهش کوکوی پیاز یا املت پیاز هم میگن رو از تابه جدا کنید و اون رو آروم درون یه بشقاب سر بدید. یه بشقاب دیگه درون اون بذارید و هر دو رو با هم نگه دارید. ظرف رو برگردونید تا کوکو برگرده. حالا کوکو رو درون تابه برگردونید و اون روی حرارت ندیدش که آبکی هستش رو بذارید تا حرارت ببینه و طلایی بشه. یادتون باشه که این غذا سرشار از چربی کلسترول هستش، همچنین حاوی مقدار زیادی ویتامین B12، سلنیوم و پروتئینه. یکی دیگه از خواص اون اینه که میتونه باعث افزایش میل جنسی بشه و همچنین باعث تقویت بینایی میشه. شما میتونید به این ترکیبات پنیر چدار و همچنین گوجه و حتی توی تخم مرغ همزدتون شیر هم اضافه کنید تا ترکیب خوشمزه تری داشته باشید و بسته به ذائقتونه. از خواص دیگرش میشه گفت که مغز رو میتونه تقویت کنه، باعث ضخامت موهای شما بشه و از پوکی استخوان جلوگیری کنه. همچنین اگه این املت در وعده صبحانه خورده بشه باعث سیری میشه و چون فیبر بالایی داره میتونه باعث کاهش وزن هم بشه. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو. امیدوارم که این ویدیو براتون موثر بوده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدایا رو نگهدارتون.